سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. در طول روزهای گذشته فیلم‌ها و تصاویر در رسانه منتشر شده. این فیلم‌ها و این تصاویر برمیگره به اظهار نظرهایی که در رسانه‌های سعودی، رسانه‌های عبری منطقه و رسانه‌های ضد ایرانی، فارسی زبان ضد ایرانی در خصوص ایران مطرح شده. خلاصه همه اینها یک چیزه. آقا یه کمکی بکنیم. چهار تا دولتیم دور هم جمع شدیم، یه کمکی بکنیم. دور تا دور مرزشون یه سری قومیت هستن، تو دل اینا ما تجزیه طلب داریم. تمومش کنیم بره دیگه، بس چیه؟ تمومش کنیم بره، همه چیز واضحه، همه چیز مشخص شد. پیچیده میکنی داستان رو، حجاب و بی حجاب و مسائل اجتماعی و آزادی، حرفا چیه؟ تمومش کنیم بره، الان وقتیش که ایران تمومش کنیم بره. ویدیو رو میخوایم با هم دیگه ببینیم. اولیش مربوط به کانال 12 رژیم صهیونیستی، کانال 13 شون 14 شون 15 شون هم بیارم همینا، هیچ چیز جدیدی اینا ندارن. قومیت های ایران رو مثل بلبل، قومیت هایی که شاید من و شما خیلی بهشون اشراف نداشته باشیم، دونه دونه شروع میکنه به گفتن و تاکید میکنه، میگه الان وقتش که از همه اینها استفاده بشود برای اینکه وطن، البته کلمه‌ای که ما میگیم اونها جور دیگری خطاب میکنن، ایران به سمت یک فاجعه حرکت بکنه. ببینیم ویدیو رو، بعد نکاتی هست که خدمت شما عرض هم کرد. دوستان اجازه بدید من این روی خورده سرعتش رو زیاد کنم، چون در نهایت زبونش که مشترک نیست، خیلی تفاوتی نمی کنه که بعد برسیم بقیه ویدیوها رو، چون ویدیو خیلی زیاد داریم. خیلی خوب، بخش اول صحبت این فرد رو دیدیم، من برای شما میخونم. میگه که یک چیز وجود دارد که مطبوعات به ما نمیگویند، به اندازه کافی توضیح نمیدهند. این چیزی است که از سلاح هسته‌ای خیلی خطرناکتر است و آن امپراتوری است که ایران در خاورمیانه ایجاد کرده، که شامل ایران، عراق، سوریه، لبنان، یمن و کشور غزه میشود. یه چیزی از بمب اتمی خطرناکتره، کسی تو رسانه ها به ما نمیگه. امپراتوری عظیمیه که ایران در منطقه به راه انداخته، که شامل ایران، عراق، سوریه، لبنان، یمن و کشور غزه میشود. آقا در طول این 40 ساله چیکار کردی جمهوری اسلامی؟ چرا همه دنیا با تو لجن؟ چرا داعش حکومت تشکیل میده انقدر دشمن نداره؟ طالبان تشکیل میده انقدر دشمن نداره؟ عربستان اینا الان میگن که دیکتاتور رو بریم باش مقابله کنیم. دیکتاتور کیه؟ ایران. آقا تمومش کنیم بره، دمتون گرم، همه دیکتاتورهای دنیا رو زدین. درسته، این عربستان چیه؟ عربستان که حالا صحبت میکنیم، بریم فعلا در روی صحبت. عجله نکنید، ما خیلی بحث زیاد داریم، دنیا فعلا زمانش مونده، بعدا صحبت میکنیم. چیکار کردید این 40 ساله؟ یه کارهایی کرده که چند هزار سال خیلی ها آرزو داشتن بتونن در ایران انجامش بدن. این داره انجامش میشه، با مدل خودش داره پیش میبره و ترسناک به نظر میسته، ترسناکتر از بمب‌های اتمی. ببین شما تسلیحات اتمی رو به کار میگیری، یک کشور رو بزنی زمین، تسلیحات اتمی رو بزنی که شما همه انرژیتو میاری پای کار برای اینکه چیزی به نام شوروی 40 تیکه که نه 1000 تیکه بشه. درسته، حالا تو یک چیزی رو در منطقه روبرو هستی. دوستان خوب دقت بکنید به این حرفی که من دارم میگم. یک چیزی رو شما در منطقه روبرو هستی، یه نقشه روی منطقه است، این اومده دونه داره، داره این مرزا رو میدوزه به هم، وصله پینه میکنه، اینها رو رفو میکنه کنار هم. این عجیبه، این چیز عجیبیه. این در ادبیات سیاسی دنیا چیز حیرت آور، ایران داره انجام میده. این چیزی هست که باعث شده اونها از ما بترسن، بارها و بارها به شیوه های مختلف کاری بکنن که ایران از داخل ناآرام باشه. مسائل داخل رو ذره متفاوت تر از این نباید دید. بریم ادامه صحبت این فرد رو ببینیم. میگه که اون چیزی که از بمب اتمی خطرناک‌تره، این امپراتوری که به راه انداخته. کسانی که توجه نمی‌کنن بدانن که اخیراً 15 سال از عمر آن می‌گذرد. میگه 15 سال اینو ساخته. قاسم سلیمانی چرا مورد هدف قرار گرفت؟ تو عراق چیکار داشت می‌کرد؟ تو سوریه چیکار داشت می‌کرد؟ چه کسان جدیدی آمده بودن پرچم‌هایی رو کنار قاسم سلیمانی آورده بودن؟ این جمعیت میلیونی که در بعضی از کشورها چراغ خاموش آمده در کنار ما قرار گرفته، حاضر هست خودش رو فدا بکنه برای هدف مشترکمون در فرامنطقه. اینا کیان؟ چه کسی اینها رو کنار ایران قرار داد؟ یه 15 سال یه چیزی گذاشتن روی میز که ترسناکه. این یعنی ایران در اطراف اسرائیل، اردن و عربستان سعودی یک قرارگاه سیاسی ایجاد کرده است. ایران کشوری است که از ماه گذشته با یک مشکل جدی مواجه شده است، نه مشکل اقتصادی،
بلکه مشکل شورش بزرگ اقوام غیر فارسی در ایران. بقیه اقلیت‌های دیگر، عرب‌ها در منطقه اهواز، بلوچ‌ها، آذری‌ها، کردها، ترکمن‌ها، لورها، قشقایی‌ها، کاسفیان‌ها، مازندرانی‌ها، انواع مختلف گروه‌های قومیتی که اسرائیلی‌ها حتی اسم آنها رو نشیدن. من یک نکته رو باید خدمت شما عرض کنم قبل از اینکه این گزارش رو ادامه بدیم. خدمت شما عرض کردم گفتم ما قومیت‌هایی داریم از فارسش بگیر تا عربش تا بری به بقیه برسی، تک تک اینها پاش بیفته خودشون رو فدای وطن میکنن. در دل اینها تجزیه طلبهایی هستن 100%، در دل اینها تجزیه طلبهایی هستن که مأموریت آنها این است که وطن را زمین بزنند. گفتیم دوستان مسئله حجاب و این صحبت ها نیست، مسئله 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 حجاب نیست. یک بازی رو شروع کردن از قومیتات. متروپول قضیه قومیتیه، متروپول آبادان قومیتیه، چجوری متوجه نمیشی؟ سوختبری که گلوله میخوره، اتفاق مشکوکی میفته پیرامونش، کسی گردن نمیگیره، مشخص نمیشه به چه شکلی اتفاق افتاده، یا نه از کوه حادثه‌ای براش پیش میاد، یا کولبری که مشابه این براش پیش میاد، یا اون معلمی که در یک شهرستانی مورد هدف قرار میگیره، یه اعتراض نمیکنه، یک بحثی پیرامونش پیش میاد. این قومیتیه، مسئله کاملا قومیتیه. چجوری واسه متوجه میشه؟ مهسا امینی قومیتیه، قومیتی استارتش زد، بعد رفت رسید به نیکای شاکرمی در لرستان، بعد رسیدش به زاهدان، قومیتی داره بازی میبره، بعد رفت اردبیل، اریدایی هم آورد پایکار، همینجوری بازی داره در قومیتای شما میچرخه. چرا؟ چون میدونه تجزیه طلب تو قومیتت کاشته، الان میتونه از ظرفیتش استفاده بکنه. همه میگن آقا آغاز ماجرا کجا بوده؟ آغاز ماجرا رفقا در فتنه هیچ وقت مشخص نمیشه. دو ماه قبل از ماجرای مهسا امینی من خدمت شما عرض کردم، گفتم کل فیلمایی که مهسا علیزاده قومی کلا داره پخش میکنه از کشف حجاب در ایران، دخترانی هستن که جلوی مسجد دارن انجام میدن. و خدمت شما عرض کردم، گفتم گزارش‌هایی به ما رسیده که نشون میده اینها آمدانه دارن میرن تو جامعه مذهبی این کارو میکنن. چرا؟ میخواد تنش ایجاد کنه. جامعه مودا میرفت سمت تنش. چه کسی آغازگرش بود؟ نمیدونم. آغاز ماجرا فتنه همیشه این شکلی که شما آغازش نمیتونی تشخیص بدی. درسته؟ این بازی رو برای کشور ما از دو ماه قبل شروع کردن. گزارش‌های خودشون بود، من بخشش رو براتون خوندم که از دو ماه قبل ایران رو در حوزه گسل‌های اجتماعی شروع کردن، در شبکه‌شون تحریک کردن. این گزارشی که خود اینها نوشتن. و بازی رفت تو این سمت که شما بیای به یک بهانه غیر سیاسی در خیابان اعتراض بکنی، که او حالا بیاد اینجا بگه همه قومیت‌هاشون در خیابان هستن. مسئله مگه حجاب نی؟ نه، حجاب کجا داستانه؟ قومیت‌ها در میدان هستن. بریم راهش رو ببینیم. איראן בעצמה, בישראל יש מה לעשות בעניין הזה. לדעתי הרבה יותר מה שיש לישראל לעשות במסע גרעיני, שבו, לפי כל מה שרואים, אני לא הצלחנו לעצור את הפרויקט הגרעיני הזה. הקמנו אותו, פגענו, כן, אבל לא הרס. خیلی خوب، بخشی از صحبت این فرد رو دیدیم. من برای شما این صحبت ها رو مرورش میکنم. در بخشی از صحبت های خودش این فرد میگه که اون اتفاقی که رخ داده این هست که اینها میخوان با ایران بجنگن، قومیت هایی که ما حتی اسمشون رو نمیدونیم. آقا با چی میخوان بجنگن؟ قومیت هایی که کنار وطنن، اون بچه‌هایی که در سیستان و بلوچستان شهید شدن، اهل سنتی که اخیراً اسمشون منتشر شد و شیعیانی که شهید شدن، این تهرانی هن. اینا از کردستان اومدن اونجا شهید شدن، نیروهای نظامی که به شهادت رسیدن، اونایی که تو کردستان شهید شدن این قومیت نیستن. قومیت ها دارن از وطن دفاع میکنن. تجزیه طلب وسط میدان داره بازیش رو پیش میبره. خیلی ها میگفتن آقا نگی تجزیه طلب، اینا مردم کجای داستان عزیز؟ تجزیه طلب چجوری مسلح شده؟ این میگه میخوان به حاکمیت بجنگن. فیلم جان بولتون الان برای شما پخش خواهم کرد که توضیح میده، میگه ما تلاش کردیم که اینها رو از طریق پایگاه‌های در اقلیم کردستان که سلاح دارن میفرستن به ایران مسلح کنیم. ادامه‌اش رو هم دیگه ببینیم. میگه که اینها میخوان کشورهای مستقلی تشکیل بدهن، مثل بقیه اتفاقاتی که برای اتحادیه جماهیر شوروی رخ داده، و میخوان قومیت جدیدی رو به وجود بیارن. دوستان من یه نکته لازم هست خدمت شما عرض کنم. الان این بحث خیلی در کشورهای اروپایی مطرح میشه، تو گزارش‌های آمده اندیشکده بهش اشاره کردن، من هم جاهای مختلفی دیدم، در داخل هم بهش اشاره شده. یا شما وقتی نقشه ایران رو نگاه میکنی، کشورهای اروپایی رو وقتی در داخل این نقشه قرار میدی، میبینی که ایران خیلی بزرگتره، خیلی با عظمت‌تره. درباره آمریکا چطوره؟
از کدام ایالتش ایران کوچکتره؟ ایران از ایالت‌های آمریکا بزرگتره. بله، اون جماعتی که دور هم جمع شدن 50 تا کنار هم یک چیزی به نام آمریکا تشکیل دادن، در نهایت عظمتی دارن که به لحاظ وسعت از ایران بیشتره، ولی هر کدوم رو جدا جدا بخوای در نظر بگیری ماجراشون این شکلی نیست، درسته؟ پس این ایران باید تکه تکه بشه. من درباره افغانستان هم خدمت شما عرض کردم، بعضی از دوستان من تو ماجرای افغانستان گفتن که چرا شما میگی میخوان افغانستان رو ببرن به سمت نابودی، مگه از الان سیاهی رنگ تر هم هست؟ بله، تو یک کشوری هستی که وسعت داری، از الان سیاهی رنگ تر این هست که تجزیه بکنن. فردا روزی ممکن است این نخبه هایی که داری این جماعتی که رفتن در خارج از کشور در کشورهای اروپایی این ور اون ور بتونن یه راهکاری برای نجات وطن پیدا بکنن. اگر راهکار پیدا کردن وطن رو احیا کردن، تو عظمتی داری، تو به لحاظ وسعت قد و قواری که داری از اینا خیلی گنده تره. پس تو ترسان کی؟ تو هم در جای خود ترسان کی؟ اینا این رو در خصوص ایران فهمیدن، میگه این امپراتوری رو راه انداخته. ما قبلا رفتیم در جاهای مختلف مثل یوگسلاوی، مثل کشورهای دیگری مثل چکسلواکی، اینها رو انجام دادیم، اینا تجزیه شدن، باید در قبال ایران هم اتفاق بیفته. کشورهایی که خود را از سوی امپراتوری ایران مورد تهدید میبینند باید به اقوام غیر فارس در ایران کمک کنند تا از این کشورها کمک بگیرن. آقا الان اخیرا بحثی از زاهدان پیش اومده، حمید اسماعیل زهی وقتی صحبت میکنه اونقدر که نوکر و شیفته و دلواخته عربستانه، نوکر و شیفته و خاک پای وطنش ایران نیست. اخیرا من دیدم توی یکی از این تجمعات چند ده هزار نفری طرف گفته و اگه میخوای اینا رو خارشون بکنی بگو مرگ بر عربستان، بر پدر مادر آل سعود لعنت، بر هفت جد و آباد آل سعود لعنت. الان که من دارم اینا رو میگم یه سری دارن میسوزن تو مسجد مکی، یه سری از رفقای ما که تکفیری شدن الان داره آتیش میگیره. اینا دارن به چی فوش میدن؟ اینا دارن اهانت میکنن. هویت رفته پشت سر عربستان قرار گرفته. تو اقلیم کردستان همین بازاری رو به شیوه دیگه‌ای داره تلاش میکنه برای کردهای تو انجام بده. در شمال غرب کشورت که میری همین بازی رو داره تلاش میکنه برای مردمی که اون استان ها هستن با کمک باکو و ترکیه انجام بده. ببین اینجا چی گوگو، این کشورها بیان پشت سر قضیه. شما نگاه میکنید این تجزیه طلب در میدانه کنار قومیت داره سعی میکنه تحریک بکنه، پشت ماجرا چیه؟ کشورهایی هستن، دولتایی هستن، هدایت و راهبریشو کی داره انجام میده؟ عربستان سعودی داره انجام میده با پول خودش، رژیم صهیونیستی انجام با ایده‌ای که داره میده. کشورها بیان پای کار برای اینکه ایران زمین بخوره. بقیه‌اش رو هم دیگه ببینیم. میگه این یعنی این امپراتوری ایران که در خاورمیانه ایجاد شده در صورتی فرو خواهد پاشید که ایران خودش تجزیه بشود. هیچ راهی برای مقابله با ایران ندارن. 40 سال گذشته از انقلاب 57، از انقلاب پابرهنه ها که با قیام برهنه ها آمدن به جنگش، با قیام نیلوفر فولادی ها و مریم نمازی ها و امثال این ها آمدن به جنگش، دنیا رو به چالش کشیده، تسلیحاتی ساخته دنیا آرزو داره داشته باشه. بعدشون میاد در کنار من شما نمیان قرار بگیرن، ما چشمابی و موتلایی نیستیم. چیکار بکنیم؟ چجوری باش مقابل کنیم؟ راهکار این هست که بتونی بزنی زمین. این امپراتوری رو باید بزنی زمین. چجوری؟ از درون باید فرو بپاشه. هیچ راهکار دیگه ای نداره. تا زمانی هم که از درون دوچاره بحران نشه، از خارج کسی نمیتونه باش وارد جنگ بشه. از خارج کسی نمیتواند با آن وارد جنگ بشه. بریم ادامه صحبت این رو ببینیم. میگه که اسرائیل باید چه کاری انجام بده؟ به نظرم کار خیلی بیشتری میتواند بکند نسبت به آنچه در مسئله هسته‌ای میتوانسته. میگه که ما تو مسئله هسته‌ای نتونستیم نابودش کنیم، جلوی پیشرفتش رو گرفتیم، کندش کردیم. بنابراین اگر اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه حمایت بکنن، کمک بکنن و پای کار بیاین، میتوانن مهمات، دستگاه بی سیم و هر چه که نیاز است بفرستن تا به اقوام غیر فارس کمک بکنن و این میتواند بازی رو عوض بکنه. آقا جامعه ایران رو بیا مسلحش بکن، جامعه ایران رو مسلحش بکن، بعدم توی شبکه‌های اجتماعی بخشی از اینهایی که دارن این وسط بحران آفرینی میکنن، اینا فضای اخبار و این چیزا نمیفهمن چیه. عمده اینها مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی دارن زندگی میکنن. من گزارش میدیدم تو رسانه‌ها پخش شده بود از این افرادی که بازداشت شدن، رفتن نشستن با اینا صحبت کردن. اون کسی که گزارش گرفته بود میگفت وسعت دید اینها در حد شبکه اجتماعیه. مثلا بهش میگه که الان اوضاع کشور چجوریه، میگه مثلا صدف بیوتی گفته کشور بحرانی، نظام داره سقوط میکنه. میگه بعد مثلا میگه بهش توضیح میگه ببین این الان فضای کشورته، این عکس شما هاست، میبینی تو این ویدیو صدف بیوتی هم منتشر کرده، عکس هوایی تونه 15 نفری. یه بار دیگه توضیح میدی اوضاع کشور چجوریه، بعد بچه دچار تعجب میشه. بعد بهش میگه شاه چراغ رو دیدی اینجوری شده، این تجزیه طلب توی کردستان دیدی، بعد بچه بیشتر حیرت میکنه، پس من چرا یه جور دیگه فهمیده بودم. با کمک کسانی که وسط دیدشون شبکه اجتماعیه، استوری پرویز پرستویو، مثلا من تا دیروز نمیدونم که میگفتیم کدوم مثلا آدم، میخواستم این چیزی بگم معذرت میخوام، کدوم آدم ساده ای میاد مثلا پرویز پرستویو رو بفهمه؟ اینا یه لایکش میکنن به خاطر فیلمی که بازی کرده، نه، بخشی از جامعه شما سوادش در همین حده.
اونو واقعا آدم میدونه که باید ازش تحلیل بگیره. با کمک اینها عده‌ای میان کف خیابان، تجزیه طلب وسط میدان ایفای نقش میکنه، خرابکار ایفای نقش میکنه، تروریست ایفای نقش میکنه و باید مسلح بشه. دیدی اینجا گفتش که کاری که ما ها میتونیم بکنیم اینه که اینا رو مسلح کنیم. بریم صحبت های جان بولتون رو ببینیم. جان بولتون هم حرفای زدی که این حرفا در اون خودش مهمه. ببینیم این صحبت ها رو. فکر میکنم فرقش الان هستش که اپوزیسیون ایران حالا داره مسلح میشه با اسلحه هایی که از پایگاه های بسیج گرفته، با اسلحه هایی که از نقاط کردستان عراق داره وارد ایران میشه. ببین یه سوتی خیلی اجازه ببخشید، یه سوتی خیلی بدی اینجا داد. گفت داره مسلح میشه با اسلحه هایی که از اقلیم کردستان گرفته. خب این که مشخصه ایران به چه دلیلی داشت اقلیم کردستان رو میزد، ایران به چه دلیلی، ولی میگه که با اسلحه که از بسیج گرفته. شما جایی که تو اخبار نشینید که کسی تسلیحاتی از بسیج گرفته باشه یا حمله موفقی به یک پایگاه نظامی تو ایران داشته باشه. اما نکتهش چیه؟ بعضی ها در ناآرامی های اخیر در زمانی که حمله کردن به مرکز نظامی کشته شده اند. در زمان حمله به مرکز نظامی، آقا چرا حمله کردی؟ اینا چهار تا آقا آشوبگری بودن که اتفاق افتاده دیگه، بچه بودن رفته. نه، اینجا داره توضیح میده از اسلحه هایی که از کجاها گرفتن. بخشش از مرز رسیده، بیش از 1000 تا اسلحه تا الان توقیف شده، 12000 تا فشنگ، 12000 تا فشنگ. تو اون کسی اون داعشی که توی شاه چراغ گرفتن میگفتش که تو شاه چراغ اومد عملیات کرد، تعدادی رو به شهادت رسوند، لحظه‌ای که رسیدیم بالا سرش 150 تا دونه فشنگ داشت. اگه فرصت پیدا میکرد بزنه و نمیرسیدن، خب یک فاجعه در حرم به راه میافتاد. این 12000 تا رو برای کجا میخواد؟ خیلی مشخصه. اخیراً یک فیلمی در ناآرامی‌های ایران پخش شده و اینا حمله کردن به یک مرکز نظامی، نزدیک یک مرکز نظامی تجمع گذاشته بودن توی جنوب تهران. من کامل این رو تو کانال جزئیاتش رو برایشون پخش کردم که چه دعوایی شده بود تو گروه لیدرهای اینها. تو لیدرهای اینا گفته بودن که کسی که اینجا تجمع گذاشته یا از خود حاکمیته، اونا تو توهم خودشون بر این باور بودن که حاکمیت یه فراخوان زده نزدیک اینجا که مردم بکشه. بعد گفته بودن که یا کسی هست که میخواد خون مردم ریخته بشه و علاوه کناری مرکز نظامی تجمع نمیزده. همه لیدرهایی که توی اون گروه ها این حرفا رو زدن از گروه های وطن فروش و برانداز اخراج شدن. همون گروه هایی که توی مثلا تلگرام و این برنامه رو انداختن دارن بحث میکنن و همون گعده هایی که در سیگنال جاهای دیگه دارن، همشون اخراج شدن. چرا؟ به خاطر اینکه اونا داشتن گفتن تو نزدیک مرکز نظامی داری تجمع را میندازی، میتونه به آشوب بکشه. خب اون چرا را میندازه؟ اون نمیدونه، اون اشراف داره. اون میخواد حرفی که جان بولتون زد به تسلیحات برسن، افرادی که در میدان هستن به تسلیحات برسن که چه چیزی رخ بده؟ همون چیزی که اسرائیلی اولش گفت که بتونیم مسلحشون بکنیم. ایران باید از درون تجزیه بشه، امپراتوری ایران باید از درون زمین بخوره. بریم ادامه صحبتی جان بولتون رو ببینیم. یک تلاش سیستماتیک اپوزیسیون، نه فقط اعتراض بلکه بکارگیری زور و قوه قهریه علیه حکومت با این پیام که ما دیگه غیر مسلح نیستیم، ما میتونیم مقابله بکنیم با سپاه پاسداران. همه اینها نشون میده که جایگاه حکومت ایران الان بسیار بیشتر در مخاطره است. ببین اینو کسی داره میگه که تو کشورش همین الان اگر یک پلیس بیاد به سمتت بعد بگه که مثلا تو کی، به من بگو تو کی، بعد تو میخوای مثلا دست بکنی تو جیبت داشت مدارک اون، ببین تموم شد، تموم شد، دست کردی تو جیبت مدارک رو در بیاری تموم شد. چرا دست تو مثلا جابجا کردی؟ چرا رفتی اینجا چیزی داشتی مگه، سلاحی داشتی مگه؟ اونجا به طور کامل او اجازه دارد کوچکترین اتفاقی که علیه پلیس وسط میدان میفته رو با گلوله جواب بده. این از اون کشور داره میگه که مردم مسلح شدن برای اینکه پاسخ بدن به حاکمیت، از کشوری که اگر کسی اونجا دست به سلاح علیه پلیس جرأت بکنه ببره آب کشش میکنن. بریم ادامه صحبتش رو ببینیم. البته آقای بولتون شواهدی نداریم که نشون بده که معترضان در خیابون مسلح هستن و در نهایت فردا انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکاست. ببین دقت کردی چی شد؟ شما زمانی که میگی که اون کسانی که معترضان مسلح هستن، حاکمیت اینجا توجیه داره، میگه که آقا چرا سرکوب خشن کردی؟ که مسلحن، هر کجای دنیا مسلح باشن شما برخورد خشن می‌کنی. بی بی سی اینجا فهمید سری پشت به اصطلاح خودمون گوشی دادن دست موژیکه، ببین داره گن میزنه، ما قرار بود بگیم اینا مسلح نیستن، این داره میگه اینا مسلحن، برو سری بشو که نه ما شواهدی نداریم که نشون بده افراد مسلح نیستن. این تصویر سیما ثابته، هزار بار این تصویر رو نشون دادم، هزار رو بهش خندیدن. ببین میگه که شلیک کردن سمت مردم، این پوکه ها هم افتاده اونجا، ببین مردم رو زدن. این پوکه اونجایی میفته که گلوله داره شلیک میشه، سر این پوکه است که میخوره به فرد. یعنی اینجایی که تو داری از زاهدان نشون میدی هوادارهای حمید اسماعیل زهی هستن شلیک کردن، احمق،
عکس پوکیا رو برات فرستادن، تو هنوز نمیفهمی که این اونجایی میافتی که داره شلیک میکنه. این فیلمی هست که از زاهدان منتشر شده، مسلح رفتن حمله کردن مرکز نظامی. پرویز پرستویی 5 ساله از تهران اینا رو نمیگه. اون میگه که آقا مردم رو دارن به خطر میندازن. شعارهای ریگیشون هم که شنیدی. اوایل نارمها تو کردستان با جسه یک نفری راننده پراید بود زده بودن، بعدم تو کانالشون اعلام کردن ما کشتیم هم که دیدین. مسلحن اینجا بی بی سی برای اینکه بتونه ماجرا رو جمعش بکنه خطاب به بولتون میگه نه ما شواهدی نداریم که اینها مسلح بوده باشن. شما شواهدی در مورد هیچ چیزی از دلم اینا با گل میان تو خیابونها. بله با گل میان در خیابونها. ببینیم بقیه‌اش رو. چنانچه کنترل مجلس نمایندگان به دست جمهوری خواهان بیفته، فکر کنید چقدر اون منجر به تغییر موضع آمریکا در قبال ایران میشه؟ بذاری من اینو به شما بگم که گزارش هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی از ایران منتشر میشه که نشون میده سلاح اتفاقا هست در دست اپوزیسیون، نشون میده که خیلی از نیروهای امنیتی دارن فرار میکنن از دست اپوزیسیون و در بعضی موارد تبادل آتش هم وجود داشته. من فکر میکنم سرکوب حکومت مخصوصا در کردستان با توجه به چنین سرکوب‌های، من فکر نمی‌کنم مردم کردستان چنین چیزی رو تحمل بکنن. خیلی خوب، بخش از صحبت‌های جان بولتون رو ببین، نکتهش فهمیدی چی بود تو این قسمت صحبت‌ها؟ اون گفتش که آقا جان بولتون ما شنیدیم که مردم مسلح نیستن. آقا گن نزن به برنامه ما، داریم یه جور دیگه میگیم داستانو، میدانو داریم برای مردم طور دیگری روایت می‌کنیم. برای مردمی که شبکه‌های اجتماعی رو نمی‌بینن، ما رو فقط دنبال کن، ما میگیم که اینا افرادی هستن که یه رژیم خشنی داره اینا رو می‌کشه. تو چرا روایت عوض می‌کنی؟ انقدر برای جان بولتون حیثیتی بود، این سوال پرسید درباره انتخابات کنگره، اون جواب نداد. اون برگشت به همون بحث خوش، گفت نه کی گفته مردم مسلحن، من اطلاعاتی دارم که نشون میده اونا که در میدان هستن مسلحن. اینجا این بنده خدا گوشی هستش نه، مثلا با اینا اونجایی که نشستم با هم هماهنگ کردن، دستورالعمل رسانه‌ای نوشتن که کف میدان جنایت کن، ولی من پوشش نمیدم، من جنایت تو رو پوشش نمیدم که مردم نفهمن چی داره اتفاق میفته. اینو یادشون رفته به جان بولتون بگن. اون هنوز داره بر اساس مثلا دستورالعملی که از دیگران میگیرد محتوا رو به مخاطب ارائه میده. اینجا بی بی سی سعی کرد ماله بکشه، اون اجازه نداد. سلیم ماله بی بی سی رو زد که گفت برو بابا ما اینجا همشونو سعی کردیم از اقلیم کردستان مسلح بکنیم، تو خبر نداری، کارهای دیگری هم کردی. من تو لنترش میگم تو همینجا فکر کنم مشخص بشه. باز یادآوری میکنم اون چیزی که در خیابان‌های ایران اتفاق افتاد، اون چیزی که در 50 روز گذشته شاهدش بودیم، تلاش کردن که از طریقش کشوری رو به آشوب بکشن، ذره‌ای در چارچوب مسائل در حوزه آزادی‌های اجتماعی محدود نمی‌شد و تعریف نمی‌شد و تعریف نمی‌شود. دقیقاً داستان او برای تجزیه ایران. آرزویی دارن اینها. ایران چرا یک کشوری باید باشه با 1,000,000 کیلومتر مربع از خلیج فارس وسعت داشته باشه تا بره برسه به دریای خزر؟ نه خیلیه. چرا باید شاهراه رفت آمد دنیا باشه؟ چرا باید انقدر وسیع باشه؟ نه ما باید یه راهکاری پیدا بکنیم، همه همسایه‌هاشو با هم متحد بکنیم، بگیم علیه ایران. طرفی که خب چرا آخه ما بریم بجنگیم علیه ایران؟ مواهبی برات داره، کردستانشو تو میبری، مناطق شمال غربیش هم اون یکی میبره، تو جنوب شرقش هم یه کاری برات تو میکنیم، اون ورش هم قلمرو اون یکی میکنیم. مواهبی داره، با هم هماهنگ شید علیه ایران. هزینهشو شما که نمیدی، تو پولشو میدی. کشته در میدان سرباز کشور تو نیستش که، تجزیه طلبی که با تو همراه شده. اگه زد، اگه کاری کرد به نفع تو، تو یه قلمرو جدید داری آن سوی خلیج فارس. اگه نزد، نتونست کاری بکنی، تو ضرری نکردی، ایران با تو کاری نداره که. و اصل داستان همینجاست. ببین من یک بحثی از مفصل سعی میکنم در خصوص نقشه راه اینا برای شما توضیح بدم امشب در شبنامه، اما اصل داستان اینجاست. ایران یه چیزی فهمیده، حالا که قرار هست بازی به شیوهی پیش بره که تو همسایه های من رو علیه من به کار بگیری، من باید یه چیزی به همسایان توضیح بدم. اقدام علیه من در منطقه خاورمیانه برای شخص شما هزینه داره، برای شخص شما. زمانی که این رو موفق شدم توضیح بدم، بازی خودش جمع میشه. بازی چجوری جمع میشه وقتی این رو توضیح دادم؟ خیلی واضحه. من وقتی این رو شرح دادم برای همسایان، به اونها توضیح دادم، دفعه بعدی همسایه هم جیزه خطر داره، دست نزنی ها. با این تجزیه طلبا بخوای دست بزنی انگولک بکنی اینا، یه کاری بکن علیه ایران، ایران با تو کار داره، دمار از روزگار تکتیک شما در میاره. من طولانی‌ترش نمی‌کنم، فکر می‌کنم تا اینجا کافی باشه. حداقل دو سه تا ویدیو دیگه موند، خیلی دلم می‌سوزه، حداقل دو سه تا ویدیو دیگه موند، ولی خب بیشتر از این نمی‌خوام تایمتون رو بگیرم، تا همینجا فکر می‌کنم کفایت می‌کنه. اگر نکته بود حتما در قالب کامنت برام بفرستین. خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.